همکارمان هوشمند میرفخرایی اینجا در استودیو با ماست. آقای میرفخرایی، در واقع این شرایط ویژه‌ای که صلیب سرخ برای امدادرسانی به مردم ونزوئلا مطرح کرده و شما هم در گزارش بهش اشاره کردید، دقیقاً چیه؟ رئیس فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرده که حداکثر تا 15 روز دیگه برای 650 هزار نفر از مردم ونزوئلا امدادرسانی انجام خواهد شد. اما مشخصاً خواستار غیر سیاسی کردن این مطلب شده و از مادرو مخالفان خواسته به هیچ عنوان در انتقال و توزیع مواد دخالت نکنند. امدادهای ارسالی آمریکا برای مردم ونزوئلا هم در مرز اون کشور با کولومبیا و برزیل انبار شده و رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ گفته که در خصوص انتقال اونها به داخل هم بررسی های لازم رو انجام میدن. بله. چین هم یک هواپیما حامل تجهیزات نظامی و دارو به ونزوئلا ارسال کرده و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با ارسال توییت از جنرال پادرینو، جنرال ببخشید اسم ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا، خواسته که با پشت کردن به مادرو در واقع در کنار قانون اساسی ونزوئلا قرار بگیرن. آقای پادرینو هم با حضور در تلویزیون و اشاره به همین پیام گفته که ارتش ونزوئلا و او هر دو از قانون اساسی پیروی میکنن. و بالاخره آقای بولتون در مصاحبه با خبرگزاری رویترز همونطور که خواهید شنید با این نظر که جنبش مردمی ونزوئلا در واقع پویایی گذشته را نداره مخالفت کرد. بله ببینید. I don't think it's losing momentum. I think فکر نمی کنم شتاب و پویاییش را از دست داده، بلکه بر آن افسوده شده. مخالفان در تماس دائم با ژنرال ها و بسیاری از حامیان خوان گوایدو در دولت مادرو هستند. البته کار آسانی نیست و در تمام موارد موفق نبودند، اما شخصا نگران زبانبندی نیستم. هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا و نیکولاس مادرو جمعا 2 دهه در قدرت بودند، اما تنها 2 ماه از اعلام ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو می‌گذرد. این مبارزه علیه یک دیکتاتوری ریشه دار است و طبعا زمان بر است. دولت ونزوئلا خوان گوایدو رو برای مدت 15 سال از تصدی مشاغل دولتی محروم کرده و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم این حکم بدون دادرسی رو به شدت محکوم کرد.